خوبی؟ چی عزیزم؟ این شعری رو که دارم بخونن من از خودم دعوا کردم. خوبی؟ واقعا من دارم فکر میکنم که با انهدام تو غزل و غزل سرایی هم از بین میره. بگو. داری مسخره بکنی؟ دقیقاً. یه روزی رو ببینی که این شعر رو تو استادیوم برای تیما بخونن اون وقت حسرتش رو ببری. برو کنار باهات بیاد ببینیم بابا. بگو هم تقرار فامیلا رو ما کف بکنی؟ آخه فسیل تو که تا هفته پیش روحت هم از وجود چون این فامیلی خبردار نبود حالا کوری بر من میخونی؟ آخه بردر زن بید دیگه، از قدیم ضرب المثل بر گفتن که مرغ همسایه بز بید جیگر. شاخ شمشاد سردار پس چرا نیومدن؟ خب حتما آنان دارن چشمشان از کاسه در و یاد که قهرمان برره یه پای برره یه بیده. بگم که این لیلون شیر فرهاد چرا نیومدن؟ خب حتما و میرم واسه پسرم که اون لیلون نوزاشته که شیر فرهادم بیاد. بگم بخوای من برم سر جفتشانه و برم. آخه بدبختی شیر فرهاد دعاشه. آی نه حواسم نبید راست بگوی. بگم که اینه فقط بخوای برم سر لیلونه و برم. آخه بدبختی او هم زن دعاشت میدختن. شما اینه همیشه من سرکوب بکنی. شما این از بچه که استعدادهای من سرکوب بکردی نوزاشتی من شکوفا بشم. بشی دختره. امروز روز مهمی در تاریخ برره میباشه. به پیشنهاد سالار خان و به همت شما مردم برره و البته با حمایت های بی‌دریغ ژاندارمری بنابر این شده که از ببری خان تقدیر به عمل بیاید که او دزدها و راهزن های شمپت را تارمار نمیده. بله به همین خاطر یک هدایای هم در نظر گرفته شده که به ببری داده میشه. البته این هدایا بیشتر حالت سمبولیک داره. بله یاور یاور سمبولیک رو استاد کردن. نفشان به دو کمال کورش و نقطه چین بوده. بله هدایا به این گونه. البته هدیه اصلی همون 4000 تومنی بیده که مرکز در نظر گرفته بیده. خب البته هدیه دیگه بیده اولین جایزه نخود بلورین میباشه که گویا چیز خیلی مهمی میباشه. بیا این تقدیم به شما باشه. نخوری نخود این سمبولیک بوده بچه خود سبه کنید سبه کنید و اجازه بدید سبه کن قربونت باشم سبه کن و یک جایزه ایم از طرف بخشداری در نظر برگرفتیم و این کلاه این دکترای افتخاری بی نمیشم صدا دست بود و من هم اجازه بدیم و من هم از طرف خودم و همسرم سهرناز این کوچلوار رو اصلا مال خود ایشون تقدیم میکنیم ایشون حالا دست خشن. خب در این لحظه از آقای ببری خان تقاضا میشه که بر شما سخنرانی بکنه. سخنرانی کو بگو بر مردم حرف بزن. ببینم اگه شما میفهمیدین چی میگم. الهی قربانت برم تو افتخار من بیدی. تو باعث نشدی بعد از مدت ها تو براره سرم و بالا بگیرم. قربانت بشم. الان خیلی خوشحال میدی؟ خیلی. ای قربانی بشم. ها پس دیگه قول بده همینجا پیش ما فهمون به شادونت قول بده که دیگه کسی رو نوزنی رو کسی خنجر نوکشی. ها قبول قول میدم. ما رو دوست دارم. ای قربانی بشم همه هم تو دوست بدارن. Thank you.
شادونه خانوم وقوام وخوای بریم از خودمون پیاده روی در وقع کنی؟ نه من حوصله نبرم. وخوای بریم تو بازار یه گشتی وزنی؟ نه من اینقدر کار و دارم. خب وخوای بریم خونه شیر فرهاد یا سرناز از خودمون مهمونی در وقع کنی؟ نه حوصله نبرم. تو چقدر بی‌حوصله بیدی بابا، چرا با من بد اخلاقی وقع کنی؟ چطور به این ببر جونت که ورسی حوصله وداری ببینی پیرمرد حوصله ندارم؟ نه ببینی ببری خوابید، خب بیدار بشی. خب خوابید که خوابید، مگه من وقت گفتم دار لینک زور ایجری لندور و خوابه؟ ای مرد خب وشنه به بده، ای وشنه من که وشنه من، آقا خدا رو خوش و یادبار پیرمرد صبح دوشم از خودم کار زحمت در وقت کنم عرق بریزم بادم به جلوی لندور و خورم. مرد بیدار بشه وشنه به بده، نمکن بده که بده، من دیگه حرف بود از خود در وانه کنم، من دیگه پول ندارم بدم به این لندور و خورم. من هی بخوام هیچی نمکنم، تو هی از من حرف بکش. اگه اون پول 4000 تومانی شو بعدی جایزه شو که دیگه من زیر بار ملت تو مرد نمونم. همچی بردو جایزه این کار فکر بکنه که ما این چندر قاز رو بخوایم بالا بکشیم. آه اگه نبخوایی بالا بکشیم پس چرا بهش نمیدی؟ ای بابا پول تو بخشداری بید، مراحل اداره داشته بید. من همین روز دستور وعدم به معاورم اون یکی بموشی پول شد تو بکنه من نازده جلوش. من دیگه استباری نمیدارم. ای من دیگه باز هیچی نمیدارم. من دیگه توی خونه اخلاق. ای خجالت نمیکشه این مرد آبرو ببره. ای ببری جان تو بیدار بیدی؟ خواب بیدی؟ ببخش بوام داره بوام داره بمیره تحویل کته بیام بخشداری مجوز آمپول بدید. های ای بر بوام داره بمیره مجوز آمپول بدید برم اون بر بوام بخلی بوام داره بمیرم. عزیز من هر کاری یه روشی داره، برو بخش اداری. بوام من میرم یه مجوز آمپول برم. عزیز من هر مجوزی باید سیکل اداریشو طی کنه، سیکل اداریشو طی بکنه. آره عزیز من توم باشی توم باشی داره من میرم. عجله نکن اصلا شما، داره من میرم. بیا عزیزم اول پول چایی رو بده. بوام آخه جان نسار بگیر. بیا آقا جان چقدر هول بدید و هول نباشه. خب برو بخش معاونت برو اونجا اون دوتا آقایو. بوام دارو برمیرم توم باشید دارو برمیرم. بزی بگه پول بگه آیا امزا و کو بده من توم باشید دارو برمیرم. آیا ای چیه؟ بوام دارو من داره من میره گوتم مجبت بدید برا آمپول برا این ریاست اوجا. خب بده به من ببینم درخواستش باید بررسی بشم. مشکلت چی هست عزیزم؟ بوام داره من میره گوتم بیام بخشداری به مجبت آمپول بدید. خب شیرفرهاد جان بگو ببینم ما در بخشداری هان بخشنامه چیزی برای این کار داریم؟ هایی طبقه ای چیزی که یه لحظه اجازه بدید من اینا پیدا بکنم. بررسی بکنم علاوه گوه هایی مجوزیم. این یه سری شکایت کرده بیدن که این آمپولی که این طبیب وزنه درد دارم. از او به بعد یه بخشنامه ای ما ایجا خودمان دروه کردیم که از این به بعد طبیب برای تزریق آمپول مجوز باید از این بخشداری داشته باشه. آقا زود باشید بوام داره برمیره. درخواست باید بررسی باشه. بوام دوم باشید دیگه بوام. خدا رحمتش بکنه. خدا رحمتش بکنه. برم یه مجوز کف رو دف براش ساده بارم. خدا شما رو امان نمگیره. اگه این بخشداری نبید ما باید چی کار بکنیم؟
واقعا آدم لذت و برای کار این مردم بیچاره را را بنداز. آه قربونت برم، گفتی بیچاره یاد خودم افتادم پسر گلم. این مواد همینجوری به من گیر دادم، من کله من را کچر وکلده که این جایزه دستگیری این راستنا رو به این ببری بعدی. حالا ای چقدر هست؟ البته بعد از کسر مالیات و سهم بخشداری ببینم 4000 تومان میشه. باید محاسبات دقیق بشه سردار جان. من الان خدمتتون عرض بکنم محاسبات دقیق شما انجام بدم. بله شیفرها انجام میده. پول ابو آوده من. این آوده. خدمتتون عرض کنم که این مال امور اداری بیده. ایم ای چیز ایم مال ای بخش بخشداری سهم بخشداری میدم. دستو در نکنم. ایم مال ای مالیات میدم. ایم ودیم به ببری زیادش بید که بابا. نه دیگه بالاخره فامیله دیگه، ما جانمون در ورد برای دایی جونی یه دونه که بیشتر نبید. این هم ودید ببری. خب که شما منو صدا مزدین ویام کارم داشتین. و خواستم بگویم که هفته دیگه وی افتادید. وی افتادیم؟ کجا وی افتاده بیدیم؟ خونه ما دیگه بخور بخور بید. شما الان ودارید به ما توهین وکنید؟ نه شادونه جان، برای چی توهین وکنم؟ من لیلون و شیرفرهاد رو دعوت وکردم پاگوشون. ولی که از اونجایی که دوم به شما به دوم به شیرفرهاد وصل بید وگم خب شما هم تشریف ویارید دیگه. نه خیلی ممنون، ما نویاییم. دست شما در نویاییم. شادونه جان حرفا بزنید، این رسم بید. اگه تشریف نویارید آبروزی بشه. فقط یه چیزی. فقط چه؟ فقط بگویم که برادرتون این ببریخان رو که نویاری. اگه صلاح بدونی ویاریم، اگه ایشانم لطف کنن ویان که قدمشان رو چشم ما، ولی اگرم که نویان که سعادتی بید که شما از دست ودادین. قدمش که رو چشم ما، ولی ودونی مردم چی وای گولنز جه؟ چه وای گولنز جه؟ وای گولنز جه که بد قدم بید. ای نوگین این حرفا رو از خودتان در وی آوردی؟ من چرا از خودم در وی آوردم؟ مردم وای گولزج، تازه وای گولزج که چشمشم شون بید بد قدمم. ای نوگین در وشنم هم این حرفا رو. ای سلام 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 تا الان بس شده 25 تا دست بجام بود، دست بجام بود دیر بشه. خاک من چون که من کردی این چه ترس کار کردم بید. وای زندگی برپا رفت، نگاه آتیش زدی به مالا. این چه ترس کار کردم بید، دست و پا چلافتو. این چه ترس کار کردم بید، برو نمیخوام ببینم، برو آتیش زدی به مالا، همه چی خرابه کردی. دست و پا چلافتو. Yeah!
آی مردم به دادم برسید، بچه‌مو کش. آی مردم به دادم برسید، بچه‌مو کش. مردم به دادم برسید. پتنگای منه چیر تو که بودار منه، توز که تو زانه ننه، توز که تو زانه ننه. با پاته برچین، پاته برچین دیگه. همچه جر وزنی جر نزدم به تو افتاد دیگه. پا برچین به خود وی افتاد، من بردارم پاما قومین دو بره را پاته بردار. من بر نبر ندارم، به خودت وی افتاده، من بر ندارم. توهین میکنی به مأمور دولت در حین انجام وظیفه. به مأمور دولت چه ربطی داشته؟ به خودت وی افتاده، خودت باید وی برداری. کارت بردار از روی مأمور قانون، بردار پاتا تا سوراخ را کردم. زوری بید دیگه ها، خب برو بردار. حالا ناراحت نشدم، باید این آواز در بکنم. بردار تا سوراخش نکردم پاتا. بابا اونو بعد برداشتم. بردار پاتا، اینم جفتش بردار، کامل سوختی شد. بابا بگذار من آواد گراب از ببری خان ای داد بیداد، هرچی فکر بکنم توکر از خودم در بکنم که این مهمانی سردار مناسبتش چی بی؟ ها چه مدونم، لوس بازی مثلا وقت شیر فرهاد و لیلون و پاکوشا کنون بکنم. خب زحمت بکشیده، یه ها وزش سال دیگه پاکوشاشان بکنم. یادت و یاد مادر شوهر بلور گذاشت بلور دو شکم وزایید بعد دعوتشان بکنم. ای بابا آخه شوهر بلور چلمنگ بی. نه شوهرش گناهی بداره، ای تقصیر خواهر شوهرش بی. وزیدش خواهر شوهری بداره، ای فتنه بی بیچاره بلور و میرم براش. فکر میکنم که به بحث خودمون برسیم خیلی بهتره. همه موافقن؟ بهتر. بسیار خوب. راجع به چی صحبت میکردی؟ بلور. نه میدونم، قبل از اینکه به بحث بلور بپردازیم راجع به چی صحبت میکردیم؟ بلور. نه منظورم اینه که اساسا ما برای چی اینجا جمع شدیم، در مورد چی میخوایم صحبت کنیم؟ بلور خانوم. خب پس همین بحث بلور رو ادامه بدیم، بره پی کارش. تو اینه همه این حرفا رو بزدی که بحثو بکشانی به بلور. ای دختر ولش بکن، خب چه بکنی، این همین جور بید دیگه، باید بسوزی و بسازی. من وقوام حالا ای تو وقوای شادونه، این ببری رو با خودت بیاری تو مهمونی. من بدون ببری هیچ جا نبرم دیگه. نه باشه، این مایه آبروزی باشه، آبرو سردار بره. من وقوام که از خودمان نظر خواهی در بکنی. موافق میدم، من نظرم این بید که ببری رو با خودمان ببریم. نه من مخالف میدم، نظر تو چی بی؟ من وقوام که اینه نببریمش، چون این اوجا یه چیزی بهش وی گولنس شه، بعد من خون خون ریزی را بندازم. من افسوس بخورم، من دق بکنم، تو آخه نبخوا یک نظری از خودت مدی؟ خب من فکر میکنم با توجه به جمعی جهاد و حفاشی اطراف موضوع بهتره که نبریمش. نببریمش؟ کی از تو نظر بخواهی کرد؟ دیگه مام بابات خیلی دارن اذیت میکنن. نه توی اینا را اذیت بکنی. اذیت ما بکن. حالا رای گیری بکنیم که آنهایی که مخالف میدن که ما ببری رو با خودمان ببرین دستشان بالا. آنهایی که موافق میدن که ما ببری رو با خودمان ببرین دستشان بالا. پس ببریمش دیگه. الان نفهمیدین چی شد، رای گیری تو منو کشت. مردم دستی؟ یه خبر بد، یه خبر خیلی بد، طغرل این ببری خان بازداشت نکرد. ای خاک بچیو که مامه شد، خاک بچیو که من شد، ببری و الان تکلیف من با شما چیه؟ با اردنگ بندازشون تو بازداشتگاه طغرل. تکلیف من با این جانوری که افتاده داره بخشا به هم میریزد چیه؟ تیر بارونش بکن طغرل خان. با این چه وضعیتی میباشه؟ من نبدونم واقعا، نبدونم. خب من داشتم همفکری وکردم. خب تو چرا هی داری تو ذوق من وزنی؟ من آخه من چقدر از دست تو وکشم آخه؟ خب همش حال من هی وگیری؟ تا
تو اصلا خجالت نبکش، این سیبیل منو وکنی، من تو بدونی من چقدر زحمت بکشم تا این سیبیل دوباره در بیاد، یکی سیبیل تو رو وکنه خوشت بیاد. بابا من اینجا برای خودم کسی میدم، من رول اصلی میدم مثلا، حالا چی نشده که من باید هی تو سری خود تو باشم؟ اصلا منو وکش، من حالا بگیرم آواز بخونم، منو وکش، وکش تو از خوردو خالم بدتم، نه منو نه وکش، من نه وکم حبیرم. آفرار جان دلم برات و سوزه واقعا که تو چی وکی بیاد دست اینا؟ خسته نباشی. ایجاد اختلال در نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت در میان اهالی برره، چه میدونم ایجاد خسارت در مالی و جانی و هزار کوت و زهرمار و خطکلگری دیگه در حوزه استفاضی من. خجالتم نبکشن. یعنی روی داری قد شکم او بگوری کتپرک پیر مرد جلب. خب مسئولیت این قضیه الان با کیه؟ به جان تو قول من اصلا مسئولیت قبول نکنم، مسئول ایبی. آقا به من چه ربطی داره؟ من داماد خواهر ببریخانم، شما که شوهر خواهرشی، شما بگو نسبت کی نزدیکتره؟ ها تو؟ با شما صحبت نکردم، شما بگو. بس به من در حلقتونه، تکلیف من الان چیه ای بسحر؟ نه بدونم. من هم که اصلا نوفهمم، من هیچی نوفهمم. خب میخوای من اینجا یک تعهدنامه امضا بکنم؟ اینم بد نیست. میخوای من یک وثیقه بذارم که اون چمپه چپ تو بازداشتگاه نخوابه؟ اگر این کار رو خدا از بزرگی کمت نوکنه چیگم. سنجو خواهم برام برمان بینجا ببینم جانم برام این دوتا شمپهت و چرمهت و کتپشت خلماک بدپوزه بر میداری میبری کنار دست و فامیلشون توی بازداشتگاه، شب اینا تو ژاندارمری مهمان میباشن. سوکو تقرو جان، به جان تو با اصرار زیاد ما امشب منزل سردار مهمان دیدیم. ببر اینا رو میگم سرجوخه. تقرو ببخشید من نمیتونم امشب در خدمت ژاندارمری باشم، مسواک من همراهم نیوردم، اگه اجازه بدید مسواک اون رو همراهم خودم امشب با همین دندونات یکی یکی مسواک میکنم. بردار برو نشسته که تخمه بر من پوچی میکنه. بردار ببر اینا رو بیرون. هر چی گفت در بر نکن، شوخی نکنه با من. میری زندان تغرل منو ببخش، من خیلی دلم برای تنگ نشد احساس نکنم. خب بابا زمت ما میگم آخه شادونه تو چطور خجالت نه بکشی؟ تو چطور دلت نیاد من پیر مرشب تو بازداشتگاه تغرل نخواب؟ خب اینا که وگویی به ببری چه ربطی بداره؟ بی خود حرفمو از خود در بر نکن. تو اگه فکر آبرو برای پیرمرد ندیدی تو برره، فکر اون شیرفرهاد پسرت باش که نمتونه سرشو تو برره بالا بگیره، فکر اون سرنا دخترت باش که از شوهرش کیانوش سرکوب بخوره. خب من چی کار بتونم بکنم مرد که نوه کردم؟ دو را بیشتر نوه داری، یا باید ببری رو وندازی بیرون یا بیرون وندازی. ها من هیچ کدوم از این دو کار رو نوتونم بکنم. گوش بکن بابا، گوش بکن شادونه، گوش بکن. از موقعی که این داداش بهبید اومده تو دیگه به من محبت درمان نمار کنی. من این زمین محبت درمان نکنم. آخه هرچی حد داشت نمید، آخه تو این قضا خوب بود و درمان کنی. تو این به ببری حرف بد درمان کنی از خود این من چی بکنی؟ نه من دازم خودم بیرون بندازم. ها تو این کارو بکن، اما منم خودم برم بیرون. ها بندازم، هم تو رو بندازم هم اون رو بندازم. ها تو این کارو بکن، هر چی بدیدی از ایش خودت بدیدی. حالا به عبیره این کار بکنم، من رو خودم کدک بزرم. ها بزر، من کدک بزرم. هاینه من همه را بکشم، همه دای ببری را اذیت بکنن، من همه اینا رو بکشم، هیچ کس دای ببری رو دوست نداره. خب البته سرناز ببین، من میخواستم بهت بگم به نظر من خب دیگران حق دارن دیگه. یعنی که چه؟ یعنی که دیشب دایی ببریتون جیب بنده رو زده؟ کیانوش، تا حالا کسی سرت با خنجر ببریده؟ خب یکم ببین یکم منطقی باش. دیشب شیرفرهاد که اینجا نبوده، تو هم که دست تو جیب من نمی کنی، یه دایی ببری میمونه دیگه، معلومه دایی ببری جیب من رو زده دیگه. دایی شما جیب بنده رو زده، دایی شما جیب بنده رو زده. سلام علیکم. اینجا معلومه دیگه، من که دروغ نمیگم، پولام نیست اینا، پولام نیست، من انقدرم حواسم پرت نیستش که بیا، پولام نیست، من انقدرم دیگه حواسم پرت نیستش، بیا اینا بیا. آه
باز تو برداشتی. مال خودم بود. مال منه. اگه فهمیدم. اجرم سر کرده مجرم. بی خودی حرف مفز خود در بنا کن. من که هنوز حرفی نزدم که. خب معلومه که بخوای حرف مفز خودت در بنا کنی. اتفاقا اومدم اینجا با هاتون یک صحبت مهمی داشتم. باید یه فکری به حال این ببری خان بکنیم. دایی ببری رو میگم. تو فکر کردی عقل کل میدی؟ فکر کردی تو از همه ما عاقل تر میدی؟ نه شما از همه عاقل تر بیدین. دایی ببری دوچار پارادوکس فرهنگی شده، واسه همین حالش بده. باید یک شرایطی رو براش به وجود بیاریم، یعنی یک جور تطابق فرهنگی. متوجه این؟ نه. خب خسته نباشید. ببینید ما باید بهش در واقع یک جور آموزش، اجازه بدیم برره ای خدمتون بگم، ما باید از خودمون براش آموزش برره ای در وقت کنیم. جیگر. ای بابا جیگر. پس الان چیز دیگه ببینم کیا جان، این چیزی که میگی مایه پایم توش داره؟ شما دو سه تا بید از برره یا جلوتری با اجازتون. سپاسگزارم. خواهش میکنم. ببینم پس موافقین؟ ها نه ها ببخشید ها، مگه دایی ببری من هلن کلر بیده که ما باید آموزش در بکنیم از خودمان؟ شوخی میکنی؟ یعنی تو میدونی هلن کلر کیه؟ آه وش داسیمک هلن کلر نه و هلن کلر تلفظ صحیحش همون که از خودش یادگیری در بکه. از باور دارم خواب ببینم من. آره؟ آخرش هم زبان اشاره رو اختراع کرد. آره باورم بشه این چیزا. پس هلن کلر رو میشناسیم؟ ها نه ولی میشناسینا؟ نه 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 به جون خودم میشناسینا؟ نه درد بگیریم میشناسینا؟ نه ای دیوانه سو ای هیچی تو زندگی نفهم. میگم شما میگین ها همه تون گوش بکنی. ای صدای کیه؟ ها ای وجدان من بیدست، شما نبخواین هیچ کاری برای ببری خان بکنی؟ ها نه نه ها و خواهم یه انتقاد سازنده ازتون بکنه. ای خاک بر سر او چرمنگ بی وجدانتون بکنه. آه جان شادانه ای حرفا چی بید وزنی؟ تو کی من رو اذیت بکردی؟ منم خیلی خوشحال بیدم که تو رو پیدا کردم جان خواهر. قربانت بشم. خواهر قربانت باشم ببری جان، که من که دوستت و داشته میدم. ای ببری Thank you.
حال شما چطور؟ بفرم بفرم. سلام علیکم دایی. اومدیم یه واقعیتی رو بهتون بگیم. ما همه اشتباه کردیم. ما دوست داریم که شما پلو ما بمونید. من از طرف همه دارم صحبت میکنم، این حرف من نیست. ببینید توی این اتفاقی که افتاده در واقع مقصر شما نبودید، ما مقصر بودیم. حالا هم تصمیم گرفتیم که جبران کنیم. شما پلو ما بمونی، ما راه و رسم زندگی در برره رو به شما یاد میدیم. اینه ولش بکن دایی، این حرف مجانی از خودش در بکنه. مفت منظورتون؟ همین این حرف مفت بزنه. گوش بکن، شما این بر بگردیم به برره، تو برره همه منتظر شما بیدن. خب نه، اینی که من بگفتم این فرق بکوله این با اوی که تو بگفتی. این کوچلواریه که دوست داریم. این کوچلوارو من برای تو اومدم. چقدر برازنده شما. الهی قربون محبت دارم. چه محبتی؟ آه این دایم خیلی مهربونی. ولم کن باش، حالا میخوای بریم برو. خیلی خب دقیقا فهمیدی چی شد؟ با دست ندایی بهت میگم، دست نزن. فهمیدی چی شد؟ الان برو بیا، برو. نه پا بیا. ببین پاهاتو خیلی به طرف داخل اینجوری جمع نکن، پاهاتو به طرف بیرون، پاهاتو به طرف قدماتو به طرف بیرون. با دست نبهت میگم. ببین منو، برو عقب، برو همونجا واسا اینجوری. خب حالا همه اینا به کنار. وقتی داری از کنار برره ها رد میشی، خب اگر صدات کردن، مسخرت کردن، اذیتت کردن، بی خودی خواستن تو رو سر کار بذارن، اصلا محلشون نذار. میگم با دست نه، اصلا محلشون نذار. همینجا سر تو بنده پایین بغلشون رد شو. میدونی چطوری؟ ببین اینجوری میری، برو بیا. تو میفهمی من چی میگم نه؟ دایی تو محشری، تو محشری. هایی کلاس جامعه شناسی بیده و فهمی؟ هایی کلاس جامعه شناسی بیده. هایی درس اول جامعه شناسی برره ای بیده که هیچ کسی هیچی نوفهمه. هیچ کس هیچی نوفهمه. همه این بختک و یافتن رو زندگی آدم. الان وفهمی چی وگوه؟ ها؟ ای درس دوم، ای ابهته، ای که باید جذبه داشته باشی. وفهمی؟ باید جذبه داشته باشی برای ای که ای سرت اگه وندازی پایین همه و پران رو کولت، همه رو کولت سوار بشن. باید جذبه ابهت داشته. الان وفهمی چی و گفتم؟ الان فهمیدی کامل. ها حالا گوش بگیر. ای سرت ها بگی بالا، ها ای سینت ها وده جلو، ای شکم تنده سینت ها وده جلو، ها ابروات حالا تاب وده، ای تاب ها، ای تاب ابرو ها. یکی بالا یکی پایین، یه نفهم اضافه شد به برره، یه تا یکیش بالا یکی پایین. آه تکان نده سرتا، سینه جلو، ها ابروها تا و تا، ها بس صدا رو وندازی تو گلو. آه ای جذبه داشته. خب حالا من نوگیر پولش حالا داری ودی کلاس ها؟ ها اینا خوب فهمیدی ها؟ پولش ها نوداری ودی؟ ها خوب گوش بگیرین ببینین چی بگوام. شما فقط باید به من قول بدین که هرچی خانم معلمتون لیلون خانم وگوه شما گوش بده. ها خب ببینید آقای ببری، یکی از راه های موفقیت اعتماد به نفس بید. خب یعنی که چی؟ یعنی که شما اصلا نباید کم ویاری یا خجالت بکشی یا اینکه وترسی. ها این خیلی بد بید. شما فقط باید هر از گاهی یه اظهار نظری همینجوری الکی از خودت در بکنی
بره پی کارش. ها مفهوم بید؟ مفهوم بود. بید یه وقت به کار نبرین چون این خیلی کلمه بی کلاسی بید. ها بعدش هم این که شما راجع به هر چیزی که انجی نمیدونی باید هر از گاهی یه چیزی از خودتون وپرونی. چرا؟ چون وگوان چقدر باسواد بید. خب و ببینید شما ببینید فوقش اینجوری شما یه چیزی وپرونی وگوان که چی وگفتی مچتون رو وخوام وگیرم. شما به راحتی وگوی چی؟ نمیدونم. خب حالا بریم سراغ صرف افعال. وگوی نمیدونم. نمیدونی؟ نمیدونه. خب نمیدونیم. نمیدونید؟ نمیدونن زجگی جویت. خوبید خیلی خوبید عالی با استفاد بیدید. یکی از شناخته شده ترین راه های اقتصادی این بید که ولی پول وگیری، اونم پول زور وگیری، جلوی مردم رو وگیری و گویی پول وگه پول زور وگه. خوبید؟ خب ایران نبداره. راه حل دیگه یعنی یک درس دیگه که وقتم بدم این بید که به هیچ کسی پول نودی، ولی اگر کسی وقت از تو پول وگیره آن هم به زور باید وزنی وکشیش. اگه ازیاد وکرد وکشیش. خب وزن لهش کن، صورتش و فکش و ایار پایین. نه گازش وگیر. خب نه خب یه چنگ بنداز صورتش، انگشتتو وکن توی چشش. نه وشکن که ایرادی نمداره. نه ماشو وکش. گوش وگیر، شعر باید دوتا ویژگی داشته باشه. اول اینکه با روح آدم بازی وکنه، بعد جیب آدم رو پر پول وکنه. داری منو؟ مثلا شاعر اینجوری وگوه: سعدیا مرد نکونام نومیرد هرگز. تو بعد اینجوری وگویی: بگورا مرد نکونام نومیرد هرگز. کارگاه ما خوبید. خوب بید. ها الان ما کلاس فضانوردی داشته بیدیم. ها خب ها چی بیده بو وکنه باز خودش. خب ببین اول وقتی وردی فضا باید چی کار بکنیم؟ مواد لازم یکم گردن خود باید داشته بیدیم، بعد یه چیزی به این صورت از این چیزا باید داشته باشی. خب حالا اول اینو واوه کنی، بعد اینو وکشی رو سرت که بدآموزی نداشته بیدیم. دقت داشته باش. آه ایجور وکشی رو سرت، حالا گردن خودو بگیری ایجور نا. حالا الان رفتی فضا، نگاه بکن، نگاه بکن فضا رو، آهو کهکشان راه شیری بیدن و عطارد رو نگاه بکن. الان بخورم سر آمه بیشن. این راه و رسم فضا نوردی بیدی بهترین نه برای فضا. دایی جان شما استاد من بیدی. من چیزی ندارم که به شما یاد بدم. من همینه و آمدم خدمت شما که از شما یه فنی چیزی یاد بگیرم. آدم خوب آینه یعنی خنجر آویختین. خب پس من این خنجر پیشکش بکنم. اینه شما وگیریم، هر برره که جسارت وکرد وزنی با این نصفش وکنین. خب پس اینه هر برره که جسارت وکرد شما به من وگویید من خودم نصفش وکنم. واقعا که این کچلوار برا زندته. خب یه مقداری باید روی تکلمت کار کنی. گوش بده به من، دستم با دست نبهت میگم دایی. ببین یه مقدار باید روی تکلمت کار کنیم. اینو تکرار کن بعد من. من رفتم. من رفتم. نه ببین ایراد نه. یه مقدار دوچار کسرت خه هستی. البته درست میشه، با دست نبهت میگم دایی. کیوون هم دوچار کسرت کاف بود. اصلا ناراحت نباش. بگو نه 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 ببین نه 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 اصلا سکوت کن.
نوگو هم من که چشم آب نبخوره. ای نوگو سالار خان خیلی خوب و اینک ببرخان برره وارد و شبن. پول بدید، پول پول بدید، پول زور بدید، پول. خوبید؟ ببخشید شما چرا اینطوری شدین؟ نه نه دوام نه دوام